کارزار سرنگونی شماره 1، مؤسسان چهارم ارتش آزادی بخش ملی، مسعود رجوی، 7 اسفند 1391. قسمت چهارم، راه حل. راه حل اول، انتقال بلادرنگ و بدون استثناء مجاهدان لیبرتی به آمریکا. راه حل دوم، بازگشت به اشرف. راه حل سوم، بازگرداندن سلاح‌ها برای دفاع و حفاظت ساکنان. یک، بلادرنگ همین امروز حتی با هزینه خودمون انتقال 3200 نفر، هم اشرف و هم لیبرتی، به خاک آمریکا ولو به عنوان سرپل. همین امروز. چگونه است که شما وقتی میخواستید نیروهای خودتون رو با اون همه ساز و برگ، 158 هزار نیرو رو از عراق ببرید، ماهیانه آمار میدادند، هفتگی و روزانه هم آمار میدادند. آمار هم 1 و 2 تا و 10 تا و 100 تا نبود. بعض وقتا می گفتند در مثلا 1 ماه 30 هزار یا 50 هزار. بسیار خوب، 3200 نفر که چیزی نیست، عدد خیلی سنگینی نیست. در طرحهای پارسالمون هم که آقای کوبلر هم بود می گفتیم، اون زمان تازه لیست تروریستی هم بود، می گفتیم تروریست ها رو نمیتونی تو خاک آمریکا بپذیری. خب بسیار خوب، یه جای رو سیاج بکش، یا الحمدلله در آمریکا که قرارگاه و نمیدونم مکان کم ندارید، مثل زمانی که آمریکایی‌ها مسئول حفاظت بودن، خودتون ورود و خروج رو کنترل کنید. میگفت ای بعد اینا میگن ما میخوام اینجا بمانی و ماندگار بشوی. گفتیم خب بفرمایید سند محضری میدهید. که نه، ماندگار نمیشه. یعنی کسی خلاصه بخواد مسئله حل کنه، اینها چیزی نیست. پس این راه حل اول که جدی باشد، که تضمین داشته باشد، طلاها رو گرفتی، تعهد دادی، کنونسیون 4 هم که زمان نداره، نوشته تا فرجام نهایی تو موافقت نامه، شما مسئول حفاظت هستی. همون زمان هم که میخواستی به عراق منتقل کنی، تک تک مجاهدین اومدن توی اشرف بهت گفتن، یه هفته 10 روز با تک به تک صحبت کرده، گفتن نه آقا ما مخالفیم، ما اعتمادی نداریم به دولت عراق. گفت عراق نامه داده، نوشته داده. گفتن آقا این حرفا چی آخه، عراق داریم میدی دست رژیم. بگه رژیم هم ما میشناسیم که میخوای آیه قرآن برات بیاریم که مثلا بر اینها عهد و پیمانی نیست. حاضر ما که عراقی نبودیم، با عراقی ها در اربیل با حضور خود آمریکا، با تضمین خود آمریکا، کرد و به اصطلاح شیعه و سنی، مگه توافق اربیل امضا نکردید با همین مالکی؟ چی شد؟ حرف که این نیست اصلا، صورت مسئله این نیست. طرف اگر پای این توافق بیاد با خود عراقی ها، خب ساقط سرنگونه، دارن شعار میدن میلیون میلیون عراق یا مالکی، اینا در تعارض با همه میگویند رژیم ایران اخراج اخراج، بغداد اینطوری آزاد میشه. پس خلعیت چی بود؟ شعار پوشالی بود یا واقعی؟ که میلیون میلیون عراقی ها ازش استقبال می کردند و خودشون بیانیه می نوشتند در حمایت ازش. بسیار خوب، این راه جدی. ولی این که بیاین مصاحبه و ما تسریع می کنیم باز اسکانتون، اینها این مقام ارشد ملل متحد است،
دکتر طاهر بومدرا مسئول حقوق بشر یونانی معرفی شده توسط دبیر کل به عنوان مشاور ویژه در مورد اشرف، 3.5 سال مسئول پرونده بوده. میگه اون مقدارش که الان میتونم بگم اینه که ما نشسته بودیم برای جدا کردن سر از بدنه، برای تنظیم تروریسم، برای دستگیری و محاکمه اینها جلو چشم من طراحی میشد و من دیگه نتونستم تحمل کنم. پس این حرفای مصاحبه و باز اسکان و سرعت بخشیدن به اون که حرف مفته. تو اگر به فکر جان ما بودی حداقل همون روز اول میگذاشتی که کلا همو و جلیغم رو به تن داشته باشم. راه حل بعدی، چون که همه میگویند یکی بعد از دیگری همونهایی که به ملاقات رئیس جمهور برگزیده این مقاومت میرفتند و اصرار در اصرار که نگذارید کار به درگیری بکشد و ستون ششم و هفتم و هشتم هم حرکت بکنند، کما این که ستونهای قبلیش، اونا میگن اشتباه کردیم، معذرت میخوان، احساس مسئولیت میکنیم، میگن ما گول خوردیم، ما نمیدونستیم که چی به چیست. اونا حالا اومدن میگن ببین راه حل اشرفه، چون جلو هر کس که بگذارید این مساحت رو و این آمار رو، کما این که اگر لیبرتی 40 کیلومتری می بود که روز اول آقای لیندوال از جانب ایالات متحده به ما گفت، خب همچین ضایعاتی نمی داشت. برای حل سوم می گویید اشرف نه؟ بسیار خوب، پس این معامله از اول باطل بوده. همین تازگی فکر می کنم روز اول اسفند بود، هفته پیش، خبرگزاری فرانسه هم گزارش کرد از قول وزارت خارجه آمریکا که به گفته وزارت خارجه آمریکا سازمان مجاهدین خلق ایران در 2003 بیش از 2000 تانک نفربرهای زرهی و توپخانه سنگین را تحویل آمریکایی ها داد. شما نمی توانید یا نمی خواهید از ما حفاظت کنید، شما نمی خواهید و نمی توانید که ما به اشرف برگردیم، بسیار خوب، طبق همون موافقت نامه‌ای که حفاظت را عهده‌دار شدید، بعد از 4 سال، بعد از 6 و 7 مرداد، بعد از 19 فروردین، بعد از 21 بهمن، بعد از 57 شهید، بعد از 1232 مجروح، لطفاً سلاح‌های ما را برگردانید، خودمون قادر به دفاع از خودمون و تأمین حفاظت هستیم. اون وقت ببینیم که چه کسی و کدام قدرتی جرأت چپ نگاه کردن به این مجاهدین را دارد. پس این هم مجموعی از راه‌حل‌ها. بفرمایید. حالا بعد از این قسمت بحث لطفاً دقت کنید، می‌خواهم که گام بعدی را برداریم. صورت مسئله به لحاظ سیاسی و بین‌المللی که رژیم رو به چنین وحشیگری های وامی دارد و مالکی رو، که حتی کوبلر رو دوچاره
چنین مخمسه ای بکنند و بسوزانند و در محضور بگذارند، البته به بهای خون ما، یک کلمه است، آلترناتیو، همون چیزی که شما در کدگذاری های خودتون به اون بند سین و مرحله سرنگونی میگویید، که موضوع جایگزین و آلترناتیو را رو می آورد. ترس و وحشت رژیم رو در این کثافتکاری همراه با مالکی که از قضا همین کوپلر رو هم در مخمسه قرار می دهد، در تنگنا قرار می دهد، دست او را رو می کند. همین است و بس. چقدر خوب اون کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا سناتور سنتروم گفت که هرچند که امروز روز غم انگیزی است، همون روز شهادت مجاهدین در لیبرتی، ولی از قضا ما باید قاطعیت بیشتری پیدا بکنیم که فداکاری اونها و مجروحان و کسانی که روزانه در لیبرتی تحت این فشارها هستند، شرایطشون فاقد استانداردها و ملاک و معیارهای بین‌المللی است، آزادی ندارند، برای اینکه بحران حل بشه. چون که ما قول دادیم به اشرفی ها و قولمون رو شکستیم و اونا جان باختند. گفت ما میدونیم چه کسی پشت مذاکره با دولت عراق بود، کسی که حضور آمریکا رو برای حفاظت از افراد اشرف و لیبرتی نمیخواست، رژیم ایران. و چقدر ابراز ناراحتی کرد از این که در حالی که رژیم ایستاده و روداری می کند، آمریکا نشسته و واکنش مناسب نشان نمی دهد. گفت یک تمدن بزرگی است در ایران در تاریخ بشر، حالا زیر شست عده اوباش جنایتکار قرار گرفته، که نه نماینده ایرانند و نه اسلام. و بحث این نیست که فقط ما در کنار مجاهدین باشیم برای که اونا مثلا از لیست خارج بشوند، یا فقط حتی از ساکنان لیبرتی حفاظت بشه، بلکه بحث اینه که ما باید در طرف مردم ایران علیه این رژیم قرار بگیریم. بحث این نیست که ما فقط سیاست عوض کنیم، بحث اینه که سیاست رو طوری عوض بکنیم که در کنار مردم ایران علیه این دیکتاتوری یاغی بایستیم. ما باید علائمی بفرستیم که نه فقط اونا رو از جاه طلبی های اتمیشون منصرف بکنه، بلکه بیانگر ایستادن ما در کنار مردم آزادی خواه ایران باشه و به طور جدی این رو نشون بده. و گفت من افتخار میکنم که امروز اینجا با گروهی هستم که درست میخوان دقیقا همین کار رو بکنن، یعنی سرنگون کنند و جایگزین کنند. Ladies and gentlemen, you are here because you are speaking for the soul of the people of Iran, a great civilization, the greatest in human history, that is now under the thumb of a bunch of thug criminal theocrats. Who do not represent the greatness of the Persian people or the Islamic religion.
But we stand here today to speak to the people of Iran and to speak to the government of the United States. We need to speak clearly. We need to speak with a voice that says that we will stand by you, that we will stand for the principles that your movement has laid out, the 10 principles that will form a basis for a great civilization within Iran. We need to stand as a country, not just to delist MEK, but to stand by the principles that you have laid out and to take actions, not just to protect the people at Camp Liberty, but to be on the side of the people of Iran against their tyrant regime. That's why I'm here today. Because we who believe in you, who believe in the people of Iran, we need to continue the fight. I am honored to be here today with a group of people who want to do just that. و اون خانم سناتور دیگر که گفت که ما که میدونیم که این قوه مجریه و سیاست گذاری نبود در آمریکا که مجاهدین از لیست خارج شدن، بلکه این حکم دادگاه بود، اون هم در لحظه آخر که خروج اونها رو تضمین کرد. I supported that as a United States senator. But let me say, it is not voting that delisted this organization. It is our Constitution and our balance of powers. It was the judiciary that said this organization was listed unfairly. And it was the pressure of the judiciary, not the political system, that assured at the last moment possible that MEK was delisted. یا سخنگوی قبلی وزارت خارجه که گفت مهمترین چالش در سال 2013 این است که ما اصلا میخوایم چی کار بکنیم بر سر مسئله ایران، چون که هیچ چیزی در رابطه با خاورمیانه در این قرن، در قرن 21 تأثیرگذارتر از جهتگیری ایران نیست. But the most significant challenge in 2013 is what to do about Iran. Nothing is going to influence the Middle East in the coming decade more than the direction taken by Iran. نمایندگان پارلمان انگلستان یکی بعد از دیگری که میگن باید این مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران به رسمیت شناخته بشوند، چون که اینها توانایی و ظرفیت برانگیختن قیام و سازماندهی و سرنگونی رژیم رو دارند، چون که مجاهدین خلق ایران نیروی اصلی این مقاومت است با یک اسلام پیشرفته و دموکراتیک. این آنتیتز ارتجاع و بنیادگرایی تحت نام اسلام است. خانم بوتروید رئیس قبلی مجلس انگلستان گفت مطمئنن همه ما امروز اینجا خواستار به رسمیت شناختن تلاش و تعهدات سالیان خانم رجبی هستیم و میباید شورای ملی مقاومت به عنوان پارلمان ایران در تبعید، به عنوان ارگان و سخنگوی قانونی مردم ایران و خانم رجبی به عنوان رئیس جمهور منتخب این پارلمان به مثابه نمایندگان واقعی مردم ایران برای دوران انتقال حاکمیت، این رو ما باید به رسمیت بشناسیم. On record, recognition of the work
and commitment over the years of Mrs. Rajabi, as I'm sure all of us do here today. I think we must recognize the NCRI as the Iran's parliament in exile, as the legitimate body of the Iran people, and Mrs. Rajabi elected by that parliament as the president for the transitional period and as the true representative of Iran. راجر ویلیامز از پارلمان انگلستان گفت که خواست ملت ایران به رسمیت شناختن جنبش مقاومت سازمان یافتش است و بسیاری از مقامات حداقل به طور خصوصی با من موافقند که یعنی در دیدارها و گفتگوهای خصوصی مقامات رسمی که این مخالفین ایرانی بزرگترین و سازمان یافته ترین جنبش مخالف در مقایسه با تمام جنبش های مخالف در سراسر جهان است. بزرگترین و سازمان یافته ترین جنبش مخالف در مقایسه با تمام جنبش های مخالف در سراسر جهان است. پس چرا به داشتن امید برای رسیدن به یک معامله غیر ممکن با رژیم ایران ادامه می دهیم وقتی که نمایندگان واقعی مردم ایران حاضرند و یک برنامه مدون برای تغییر دموکراتیک در این کشور دارند؟ That is the option that Madam Rajavi and the Iranian resistance has presented to us. In fact, and I think many government officials would at least agree privately with me on this, the Iranian resistance is the largest and most organized opposition movement in comparison to all other opposition movements around the world. So why is it that we continue to put our hope in somehow reaching an impossible deal with the mullahs when the real representatives of Iran are present and have a platform for democratic change? Senator Tourisili, در مجلس ملی فرانسه گفت که در کشور من هم مثل کشور شما ائتلاف وسیعی شکل گرفته در حمایت از مجاهدین، نه تنها به خاطر اینکه یک آلترناتیو صحیح برای ملاها در تهرانه، بلکه به یک دلیل بهتر و بیشتر، چرا که تنها آلترناتیو است، تنها راه حل، چون ملاها همه اپوزیسیون های داخلی را از بین بردند. اتفاقی که هفته پیش در لیبرتی رخ داد به عنوان نقطه عطفی در یک نبرد مهم تلقی خواهد شد. 7 نفری که کشته شدند، افراد مدنی که تصادفاً کشته شدند نبودند، آنها سربازان جنگ آزادسازی کشورشان بودند. In my country as in yours, a broad coalition has formed in support of the MEK. Not simply because it is a good alternative to the mullahs in Iran, but for a better reason. It is the only alternative. The mullahs have destroyed all internal opposition. What the world community needs to do is to get behind an opposition group that has the means, the leadership, the resources, that is willing to make the sacrifices to destroy the regime and build a democratic Iran. As I look at the alternatives, it is not that I see a few. It is not that there are many. But that there is one, the MEK.